مارشی را که در آغاز برنامه شنیدید برای ایرانیان در دوران جنگ ایران و عراق مارشی آشناست این مارش معمولاً برای اعلام خبر پیروزی یک عملیات از رادیو تلویزیون پخش میشد و هرگز هم نامی از سازنده اون برده نمیشد ولی این مارش برای نسل قبل از جنگ و قبل از انقلاب هم آشنا بود این قطعه ساخته ای علی اکبر در اول دهه سی خورشیدی زیر عنوان مارش شهریار علی اکبر دلبری ده ساله بود که وارد مدرسه موسیقی ارتش شد و تا امروز که نزدیک به 85 سال از اون روز میگذرد موسیقی همچنان همدم و همراه اوست او برای سالهای طولانی ارکسترهای بزرگ ارتش را رهبری کرد در مدارس و مؤسسات عالی موسیقی تدریس کرد و برای خوانندگان به نامی آهنگ ساخت از جمله بسیاری از ترانه های محمد نوری ولی چرا در پشت پرده شهرت و تبلیغات باقی ماند علی اکبر دلبری مهمان من در این برنامه دیگر است آقای علی اکبر دلبری به برنامه به دیگر خوش آمدید بین این آقایت متشکرم آقای دلبری شما به حال در آستانه 95 سالگی هستید البته هنوز به 95 سالتون نشده ولی حدود 85 سال از عمرتون رو صرف موسیقی کردید قاعدتا موسیقی براتون باعث هم لذت بخش بوده باشه و هم ارضا کننده که این همه سال رو وقف موسیقی کردید خدمت شما ارز کنم که بنده عاشق موسیقی بودم و موسیقی زندگی بنده است شما میگید که در ده سالگی وارد مدرسه موسیقی شدید این کدوم مدرسه بود؟ یکی هنرستان بود کاملا صحیح یکی هم برد. موسیقی ارتش بود بنده وارد موسیقی ارتش شدم آها. آه این موسیقی ارتش در چه سال تشکیل شده بود؟ متفاوت بود از اون مدرسه موسیقی که از دارالفرون جدا شد و بعد تبدیل به هنرستان موسیقی شد؟ این جدا بود. این مخصوص خود ارتش بود و منزسیان هایی رو تربیت بکرد برای دستجات موسیقی. یعنی این زیر نظر خود ارتش اداره میشد یا این که مثلا مثل مثلا اون هنرستان که زیر نظر آقای مینباشیان و بعدش آقای علینقی وزیری و غیره بود این متفاوت بود از اونا خدمت شما ارز کنم که در این آموزشگاه موسیقی ارتش هم از اون اساتید استفاده میشد هم اونا میمدن اینجا تدریس رو هم ارتشی بودن و هم غیر ارتشی و خدمت شما ارز کنم که آقای قریب بود آقای کسانی دیگه بودن یه دم از خارج آمده بودن به نام خودسیف، به نام سکولوف این هم استاد موسیقی بودن تدریس بکردن اون وقت از ده سالگی که وارد ارتش شدید به عنوان ارتشی وارد ارتش، یعنی به خدمت ارتش در می اومدید یا اینکه آموزش میدادید بعد میتونید آموزش که گرفتین برین از ارتش بیرون نه خیر نمیتونستیم از ارتش بریم میرون تعهد میگرفتن که در ارتش باشیم خب حالا شما وقتی که ده سالگی وارد مدرسه موسیقی ارتش شدید قاعدتاً بایستی یک زمینه ای می داشتید یعنی اینکه به موسیقی علاقمند شده بودید که وارد مدرسه شدید آیا در خانواده شما کسی موسیقی می زد یا اهل موسیقی بود در خانواده ما هیچ کس نبود فقط در خانواده ما یکی بندم و یک فسرم و خدمت شما عرض کنم که یکی از دیگر فرزندانم هست که اونم به موسیقی علاقه داره خب چطور شما علاقه من به موسیقی شدید که ده سالگی یعنی در واقع خانواده شما رو بردن به مدرسه یا یعنی اینکه خودتون علاقه داشتید و اصرار داشتید که برید من خودم علاقه من شدم که برم چون واقعا یک انگیزه نهفته در وجود من بود که همون موسیقی بود شما اون وقت در مدرسه موسیقی ارتش چی یاد می یعنی چه درس به شما می تئوری موسیقی یاد میدادن ساز تخصصی یاد میدادن و سازهای بادی بود و سازهای ذهی و ساز تخصصی شما چی بود؟ ساز تخصصی بنده ترامپت بود یعنی اون موقع در مدرسه موسیقی از سازهای ایرانی هم استفاده میشد؟ یا فقط سازهای بادی غربی بود؟ سازهای بادی غربی بود و خدمت شما ارز هم بود به نام ارکست بالالایکا که این قصد قبلا از روسیه آمده بود و سازهای مختلف بود از کی و وقت وارد ارکستر ارتش شدی شما بنده خدمت شما عرض کنم که وقتی که این دوره تمام شد دوره بود دیگه دوره که تمام شد دیگه وارد نوازندگی شدم و با هم همکاری داشتم اون وقت در چه سالی رهبری ارکستر آه به عهده گرفتی بنده در سال هز... در سال 1000 نمیدونم سی و دو سی از اون موقع دیگه رهبری ارکستر به عهده گرفتم و آه آهنگسازی رو از اون موقع شروع کردم شروع کردید بله و اون موقع رهبری ارکستر ارتش بود یا ژاندارمری بود چون شما بعدا به ژاندارمری رفتید بله اول ارتش معاون بودم بعد رفتم در ژاندارمری که فرمانده موزیک ژاندارمری شدم که اگر شما توجه فرمانده باشید در رژه تاریخی که به مناسبت 2500 2500 ساله شاهنشاهی بله بنده رهبر ارکستر جاندارمری بودم که همونجا اعلام کرد که موزیک جاندارمری که بر برای سپاهی ها میزدم اون موقع ها رهبری ارکستر ارتش معمولا به دست افسران عالی رتبه بود یا مثلا با سرگرد به بالا می بودیم. ولی شما اون موقع درجه دار بودید چطور شما رو رهبر ارکستر کردن برای اینکه من دوره موزیک رو دیده بودم شایستگی بنده رو دیدم و در تمام آزمایشات مسابقاتی که در ایران انجام می شد همیشه دست موزیک من رتبه اول بود که حتی تو مجلات هم نوشتم اون وقت شما رهبری به صلاح اون ارکستری که برای المپیک آلمان هم رفته بود شما اونجا رفته بودید درسته؟ بله اون, اون با ارکستر ارتش نبود تعدادی بنده در مدارس معروف ایران تدریس میکردم و همه ساله این هنرمندانی که چیزای فرا گرفته بودن از سراسر کشور میبادن در اردو رامسر به مدت دو ماه یا دو ماه خورده ای و اینها در اونجا تعلیم میدیدن ما از بین اونها انتخاب کرده بودیم یک عده گروهی که خیلی تاپ بودن و ما اونها رو بردیم به المپیک مونیخ و به کشورهای ایتالیا کشور فرانسه کشور آلمان یوگسلاوی ترکیه و بلغارستان اون وقت در اردوگاه رامسر دقیقا چه تعلیمی میدادین به دانش آموزا؟ اینا گروه های هنری بودن که همه تحت نظر بنده بودن و سازهای مختلف می‌زدند، از سر و سر کشور میمدن از دورترین نقاط مملکت جمع میشدن تا به سنا اونجا و ما به اونا تعلیم دادیم آقای دلبری شما بعدا رفتید یعنی آمدید به انگلستان و در لندن و در به صلاح آکادمی سلطنتی موزیک در اینجا تحصیل کردید این رو از طرف, از طرف ارتش شما فرستادن؟ خدمت شما عرض کنم که یه دوره گذاشته بودن دولت انگلستان اعلام کرد که رهبران اونایی که تدریس بکنن به خاطر دوره فشرده که اینجا در برای اولی مرتبه در انگلستان گذاشته بودن دوره ای که هشت سال یه نفر تی میکرد تا موزیسیان بشه ما در دو سال باید تعلیم میدادیم و بنده آمدم این دوره رو دیدم امتحان کردن از طرف روابط فرهنگی انگلستان که در ایران بود و انتخاب کردن سه نفر ما بودیم آمدیم به انگلستان و اون موقع چه تدریس میکردن در آکادمی؟ یعنی به شما چی یاد میدادن؟ خدمت شما عرض کنم که رسم بود نمیدم رسم بود یا قانونشون بود در ایران که یه نفر باید شش سال یا هی سال بمونه تا ساز یاد بگیره یا تئوری یاد بگیره یا خ... بتونه همکاری با موزیک بکنه ولی در اونجا طوری فشرده و استادانه این دوره ها رو تنظیم کرده بود تا در دو سال انجام نشد. یعنی شما رو تعلیم می دادن که بعد به عنوان مدرس به ایران برگردید و دیگران رو تعلیم بدید درسته؟ همینطور صد در صد بله بله آها. خب وقت شما وقتی که برگشتید اون وقت بیشتر به کار تدریس موسیقی می پرداختید؟ هم شغل خودم رو داشتم همین که به تدریس مشغول بودم در کجاها یعنی در همون خود ارتش یا جاهای غیر از ارتش هم درس میدادید خدمت شما ارز کنم که بنده 6 سال در انستیتو مربیان هنری که اینها تمام معلم بودن آموزگار به هنری بودن و برای شهرشان یا مدرسهشون که میرفتن اونجا خودشون تدریس میکردن ما اونها رو تربیت کردیم 6 سال بنده اونجا تدریس کردم دیگه خدمت شما ارز کنم که در دانشسراها درس دادم دانشسراهای کشور و در مدارس تراز اول تهران شما علاوه بر تدریس کتاب هم در مورد موسیقی منتشر کردید بله بله چند جلد کتاب در مورد خداموز البته یکی تئوری موسیقی یکی خدمت شما کنم دو جلد در مورد فراگیری پیانو که هر شخصی به خودش یاد بگیره سازهای بادی چند جلد هم تجربه کردم هم نوشتم به نظر شما آقای دلبری چرا پایگذاران موسیقی ایران اغلب نظامی بودند شما مثلا میبینید از زمان غلامرزای رضای مینباشیان و همطور فرزندای آقای مینباشیان تا کلونل النقی وزیری تا شما تا ناصر حسینی و خوانندگانی مثل ایرج اینا هم از ارتش و جاندارمری اومدن بیرون در آن به اصطلاح قسمت هایی که ارتشیا ها بودن معذرت بخوام معذرت بخوام همه انسانن همه خوبن هم. ولی چون منضبط بود ارتش با قانون با یه نظم خاصی بود در تعلیم و تربیت هم نظم و رعایت بکنه از این نظر مردم بیشتر شایق بودن که از این اساتید استفاده کنن شما این مارشی که در اول برنامه پخش کردیم در واقع در سالهای جنگ ایران عراق زیاد پخش میشد و همیشه هم به عنوان مارش پیروزی پخش میشد وقتی که در عملیاتی نیروهای ایران پیروز میشدند شما البته این مارش رو برای مقصود دیگری و در زمان دیگری ساخته بودید درسته بله 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 قبلا مثلا اینکه خدمتتون عرض کردم در زمان قبل از به سال سی و دو ایران و پاکستان و ترکیه و انگلستان اینا پیمان سنتو داشتن پیمان سنتو رو تشکیل دادن اگر نظرتون باشه در دلی. پیمان در پیمان سنتو برای اینکه مراوده ارتشی باشه و مراوده مارشی باشه مانورهایی که در کشورهاشون به صلاح ترتیب بیدادن بتونن از مارش های هم استفاده بکنن مثلا انگلستان بتونه برای ارتش ایران بزنه ارتش ایران بتونه برای ترکیه جمع می شدن از این نظر گفتن یه مارش هایی بسازیم که به ما مارش آنچنانی نداشتیم که بتواند این به سلا خواسته را برآورده کنن. بعد یازده تا مارش نمیشم هر یازده تا قبول شد و این یکی از مارش ها هم همین بود که اسمش گذاشته بود مارش شهریار به نظرم مارش شهریار چیز دیگه است اون مارش پیروزی چیز دیگه است و در اما... زم بذارت بخوام بنده به خاطر همین ساختن همین مارش ها به گرفتن نشانم مفتخر شدم یعنی در واقع اون مارشی که به عنوان مارش پیروزی در رادیو تلویزیون ایران پخش میکردند که ما اول برنامه پخش کردیم این همون مارش شهریار بود دیگه همون مارش شهریار بود بله بله اون وقت اون زمان ها بیشتر آهنگ هایی که شما می ساختین در همین مایه های مارش ها و رزمی و حماسی میهنی بود به اصطلاح بله بله خدمت شما عرض کنم که شما استهزار دارید مارش برای تحییج برای تحریک برای به وجود آمدن روح سلحشوری از این نظر بیشتر چون ارتشی هم بودیم بیشتر به این موضوع توجه می‌کرد. و در غیر این صورت من آهنگ های دیگم ساختم که محمد نوری خونده بله اونا بهش میرسیم بله به اونا هم صحبت در مورد اونا هم صحبت میکنیم آقای دلبری ولی شما یک قطعه ای هم از شما پخش میشد بعد از که شهر رو از دست عراقی ها پس گرفتن ولی اون رو شما خودتون ساختین برای اون رو از آرشیو در نیاوردن نه اونم جزو همون مارشا بود آها آه اونو, اونو شما نسا... مخصوص خورمشد نساختید پس نه خیر همه این مارشا رو اونا استفاده کردن ولی از قبل ساخته شده بود شما فکر میکنین چرا و این مارشا که مثلا پخش میشد و, و خیلی هم هیجان ایجاد میکرد در دوران جنگ و غیر اینا اسمی از شما برده نمیشد والا نفس عمل مهمه قربونتون برام اثری که رو مردار میذاشت اون مهم بود برده برام مهم نبود که اسم ما بگن یا نگن والا اون دیگه بستگی داشت به اون مجریان برنامه شما از کی به کار آهنگسازی برای خوانندگان پرداختید آقای دلبری؟ بنده از تقریبا 16-17 سالگی اولین آهنگم هم که ساختم برای آقای حمید قمبری بود به نام عشق نو البته شما حمید قمبری ممکن خیلی از بیننده ما ندونن که آقای حمید قمبری جزو اولین خواننده هایی بود که به اصطلاح اون زمان موسیقی جاز بهش میگفتن ولی در واقع موسیقی پاپ بود دیگه که آواز خوندن ایشون بودن و, و بعدها ویگن و منوچه رو اینا به اضافه شدند و شما برای آقای جمشید شیبانی هم آهنگ ساختید؟ بنده نساختم ولی در یک ارکستری که نواز داشت زفت کرد الان آهنگ تقریبا تو مغزم اسمشو نمیدونم توی کهولت سن اجازه نمیده نوازندگی میکردم اونم چون در تئاتر دهقان بودن تئاتر دیخان هم روزای جمعه در رادیو اجرا میکرد. برنامه مستقل برنامه خاص خودشو و بنده اونجا نوازندگی میکردم شما برای خانم ناهید سرفراز هم آهنگ ساختید یک دونه برای یک فیلمی بود مثل که فیلمی که آقای خطیبی درست میکردند من نمیدونم ولی ساختم یه هم چیزی بود یکم برای یک نمایشنامه بود به نام مرغک وحشی چیز مرغک وحشی هم چیزی بود که یه آقای بشارتیان یه فیلمی ساخته بود که من اون نوشتم شما بعدها آهنگ های زیادی برای آقای انتوی که پیشتر گفتید برای آقای محمد نوری ساختید یادتون هست چند, چند تا آهنگ برشون ساختید؟ والا بخوام بگم که بنده هرچی آهنگ ساختم صد نوید و پنجش نوری خونده نوار شده بعضیاش بعضیاش نشده بعضیاش در آرشیو هست بعضیاش نیست و بنده جز آهنگ رادیو بودم که آقای زیای مختاری و آقای مشیر هماین شهردارم هم اخیرا مسئولش بودن اغلب آهنگ هایی که شما برای آقای محمد نوری ساختین آقای دلبری توی مایه های خیلی لطیف و رومانتیک و اغلب هم والسه از توجهتون خیلی تشکر میکنم که شما خودتون یادآوری کردید بله من دوباره برگشتم و قبل از اینکه با شما مصاحبه کنم بسیاری از این آهنگا رو گوش دادم و متوجه شدم که اغلب تو مایه های والز ساختین و خیلی تحت تاثیر شتراوس هم هستید یا یوهان شتراوس هستید تا اونجا که, که من حد زدم بله ولی ولی خیلی عجیبه که شما از آهنگای رزمی و به اصطلاح حماسی شما برگردین آهنگای لطیفی مثلا مثل اینایی که برای آقای نوری ساختین بسازید یعنی چطوری این احساس رو چطوری من... به برگردوندین از یک به اصطلاح آهنگ های بسیار جنگی در واقع به آهنگ های رومانتیک خدمت شما ارز کنم که کسانی که با شعر با موسیقی با نقاشی با هنر سر و کار دارن یه روح لطیفی پیدا میکنن بنده از نظر آهنگ جاز اون مراحل رو طی کردم از نظر مارش اینام که ساختم روی حرفه نظامی بود متو ستاره شکافته بود آیا چه بود تی نوامرو توアジア شما خودتون در اون سالها بیشتر به چه نوع موسیقی گوش میدادید بنده من موسیقی کلاسیک او وقت موسیقی کلاسیک غربی دیگه منظورتونه بله بله و آها. از طرفداران پرواغرس موزارد بودم و به و هیچ وقت مثلا در این آهنگاتون هاتون تاثیر هم گرفتید از این موسیقی دان ها؟ نه خیر نه نه هر چی آها. بود هر مایه که بود از قلبم تراوش کرد شما آقای دلبری هیچ وقت گرایشی به طرف موسیقی سنتی ایران داشتید؟ خدمت شما ارز کنم که چون اطلاعات بنده در مورد موسیقی ایرانی کم بود و موسیقی ایرانی هم تقریبا گوش های مختلف داشت این وقت آن تلف نکردم برای فراگیری اون و الان موسیقی ایرانی هم مثلا من واقعا وقتی که مرغ سهر رو میشنوم کلافه میشم منظورتون که یعنی هیجان زده میشی کلافه هیجان زده میشم بله 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 اون وقت از هیچ وقت تمایلی به طرف سازهای ایرانی هم پس نداشتید با نسا نه خیر دوست داشتم ولی وقت تلف نکردم آقای دلبری خیلی از آهنگسازانی که هم زمان شما بودند اینها در واقع خیلی به شهرت و مکنت رسیدند و اغلبشون به اصطلاح تو مایه های موسیقی روز بندن و آهنگ برای خوانندگان معتبری ساختند بسیاریشون هم آه خوانندگانی را به معتبر کردند ولی شما در پس پرده موندید و زیاد به اصطلاح امروز رسانه ای نکردین خودتون رو در رادیو تلویزیون و روزنامه ها اسم زیادی از شما ها نبود خیلی هم حتی الانش هم نمیدونن که بسیاری از آهنگای محمد نوری و دیگران رو شما ساختید چرا خودتون رو مخفی کرده بودید؟ <applause> بنده ارز کردم اگر کاری کردم برای دلم بوده و برای خدمت به وطنم بوده من دنبال شهرت چندان اینا نبودم و چیزی که مهمه برای یک مادر دیدن فرزندش که اینا بچه های من بودن اینا هنرم بچه های من من واقعا عاشق هنر هستم شما به زودی 95 سالتون میشه آقای دلبری و طبیعتا طبیعتا مدتیه که بازنشسته شدید در این سالهای بازنشستگی رابطه شما با موسیقی به چه شکله؟ من درس کردم در وقتی که بازنشست شدم به تدریس مشغول بودم تدریس میکردم نه نه منظورم که روزا رابطتون با موسیقی از این نظر که شما خب طبیعتا دیگه ترومپت نمیزنید و آهنگ هم نمیسازید یعنی سر و کارتون با موسیقی به چه شکله منظورم که گوش میدید به بی موسیقی زیاد یا چیکار میکنید بعد صد در سر موسیقی اصلا زندگی بند است خطا کنم که جناب فانی بنده قسم یک مطلبی رو در مجله اتود انگلیسی خونده بودم براتون بگم ولی چون وقت ندارین دیگه من نه خیلی کوتاه بفرمایید خیلی کوتاه بفرمایید پادشاه دانمارک به نام فردریک پنجم <applause> این فردریک پنجم وقتی که ولی بود در کشورش دانمارک یک ارکستر درست کرده بود ارکستر سمفونی که روزای یک شنبه و در میادین شهر برای افرادی که پول نداشتن کنسرت برن آهنگ اجرا می کرد این تا زمانی که گذشت به پادشاهی که رسید باز اون کار رو ادامه میداد سناتورا سه مرتبه بهش تذکر دادن که یا دست از این کار بردار این کار برای پادشاه تو دیگه شایسته نیست اینا گفت این جواب نداد دفعه سوم نوشتن یا ارکستر رو انتخاب کن یا سلطنت رو گفت من به سه دلیل ارکستر رو انتخاب میکنم یک وقتی که پرشما شما هستم خودم روی زمین اسم می کنم وقتی که در مقابل ارکز هستم در آسمان ها سیر می کنم دو در ارکز تنها جایی که ما پدرانمون سعی کردیم اختلاف طبقاتی رو از مملکت برداریم نتونستیم ولی تنها در ارکستر که اختلاف طبقاتی وجود نداره سناتور با شاگرد نوا با بقال با معلم میشنن کنار هم ساز میزنن و اون یکی نسبت به اون فخر نمیکنه که ساز من بزرگ ساز تو کوچه که تو فلوت بزنی من کنتراست میزنم سوم شما در بعضی مواقع برای منافع شخصی خودتون ممکن بود چیزایی به من بگین که دور از حقیقت باشه فقط در موزیک که دور از حقیقتی وجود نداره سل صدای سل میده سی صدای سی میده فا صدای فا بسیار عالی آقای دلبری مطلب جالبی فرمودید و سال آخرم اینه که من میدونم که شما شعر هم میگید و مقدار زیادی شعر دارید و قرار کتاب شعرتون هم چاپ بکنید و ظاهرا خاطراتون هم دارین مینویسید شما میدونید کی قراره که اینها منتشر بشه؟ والا سعی میکنم هر چه زودتر خیلی متشکرم آقای دلبری به حال مشتاقیم که خاطراتتون و شعراتون هم بخونیم به زودی خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه به دیگر ممنونم از شما